حمله محمود قربانی به مهشید همسر ابی و پسرش فرشید و صحبت‌هایی راجع به سوء استفاده‌ای که دارن از ابی و مردم ایران انجام میدن. با ما همراه باشید، این صحبت‌ها و افشاگری‌ها رو از محمود قربانی میشنویم. سلام سلام رفقا، چطورید؟ به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب و اوضاع به کامتون باشه. خب همینطور که میدونید مهشید زن دوم ابی و پسرش فرشید مدیر برنامه های اصلی ابی هستن و تمام کنسرت های ابی و درآمد هایی که از طریق های مختلف به دست میاره یه جورایی از طریق فرشید و مهشید مدیریت میشه. احتمالاً که میدونید فرشید پسر اصلی ابی نیست و پسر مهشید هستش و از ازدواج قبلی مهشید بود و ابی هم از ازدواج قبلی خودش فقط چند تا دختر داره و عملاً هیچ پسری نداره. از مهشید هم هیچ وقت بچه دار نشده و میتونیم بگیم که فرشید فرزند خونده ابی هستش، نه پسر واقعیش، چون در خیلی از جاها اون رو پسر اصلی ابی معرفی میکنن که این اصلا درست نیست. اگه یادتون باشه چند سال پیش هم آهنگ خلیج فارس ابی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل دبی امارات مطرح شد و ابی در مصاحبه‌ای گفت که چون من رو از خوندن این آهنگ در این کشورها منع کردن، من نمیتونستم این آهنگ رو در کشورهای حاشیه خلیج فارس بخونم، چون اگه اجراش بکنم ممکنه دیگه به هم ویزا ندن و نمیتونستم که دوباره بیام دبی و کنسرت بذارم، ترجیح میدم اجراش نکنم. درست برعکس شادمهر عقیلی که حاضر نشد ای ایران رو در دبی نخونه و با ویالون این آهنگ رو اجرا کرد و در نهایت هم هیچ وقت بهش ویزا ندادن که دوباره بره دبی و اجرا بکنه. اما در ادامه حاشیه‌ای که ابی ساخته، در مصاحبه این مهشید مدعی شده بود که اصلا خلیج فارس با آهنگ ابی اسمش همه جا مطرح میشه و آهنگ ابی اسم خلیج فارس رو جاویدان کرده و به نوعی به مردم ایران حمله کرده بود و گفته بود که خلیج فارس رو اصلا دزدیدن دادن به چینی ها. شما چرا دارین انقدر حرص خلیج فارس رو میخورین؟ خلاصه به مردم کلی بی احترامی کرده بود و مردم هم از این کار مهشید خیلی ناراحت شده بودن. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندین حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم یادتون نره که روشن کنین. ممنون که لایک میکنین، از ما حمایت میکنین. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.